سلام دوباره عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و ما جلسه چهارم خواندن انسانها در عصر ظلمت رو داریم که من امیدوارم دوستان بخونن و بیشتر با پرسش به این جلسات بیان و به من کمک کنن که من بهتر بتونم توضیح بدم. همونطور که گفتم لسینگ بسیار مهم هست برای فرهنگ مدرن به دلیل که یکی از چهرهای شاخص روشنگری هست و کسی است که همزمان با کانت و خب قرابت‌های فکری خیلی زیادی با کانت داره. لسینگ از نظر طرز نوشتن خیلی تأثیر گذاشته بر آرنت و همینطور از نظر فکری. در یکی از نمایشنامه های معروف لسینگ که اسمش از ناتان حکیم، در اون داستان در حقیقت یکی از ایده های مهمی که لسینگ داره در اون داستان بیان شده و در اونجا داستان این هست که در حقیقت سلطان یعنی با تمثیل انگشتر، با استعاره انگشتر یا تمثیل انگشتر، داستان این هست که سلطان صلاح الدین که سلطان مسلمان بوده از ناتان که یهودی هست میپرسه که دین حقیقی کدام است. بعد ناتان داستان این انگشتر رو میگه، میگه که یک انگشتری هست که این از گذشتگان به ارث رسیده، یعنی میراث آبا اجدادی است و این قدرت جادویی داره و نگین اون میتونه صاحب خودش رو در چشم خداوند و نوع بشر محبوب کنه. بعد پدر این انگشت رو همیشه رسم این بوده که به عزیزترین پسرش میبخشیده و اون هم به عزیزترین پسرش میبخشیده و همینطور این انگشتر به عزیزترین پسر بخشیده میشده و هر کس که این انگشتر رو دریافت میکرده پادشاه و جانشین پدر بوده. یه بار نوبت به پدری میرسه که 3 بچه داره و هر 3 رو به یک اندازه دوست داره و نمیتونه انتخاب کنه ببینه که به کدوم یکی بده. از این جهت به هر کدوم قول میده که انگشتر رو به او بده و بعد خب میمونه که چی کار بکنه. در نتیجه برای اینکه به عهد خودش وفا بکنه میره 2 انگشتر دیگه بدلی از روی اون میسازه، یعنی 2 انگشتر کاملا بدلی میسازه ولی شکل اون، و در بستر مرگش به هر کدوم از این پسرها 1 انگشتر میبخشه. بعد از مرگ پسر خب هر کدوم از اینا یه انگشتر دارن دیگه، یکیشو هر کدوم فکر میکرده پادشاهه. وقتی متوجه میشن که اینا هر کدوم این انگشتر دارن، یک میرن پیش قاضی. قاضی به اونها میگه که الان ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم یک از این انگشترها اصلیه و کدوم تقلبی، و اصلا شاید هر سهشون تقلبی باشه و انگشتر اصلی قبلا گم شده باشه. و بعد میگه که من از رو میخونم برای شما، این البته خلاصه منه، این کلام لسینگ. قاضی به پسران میگوید که منتظر نمانند تا قدرت معجزه آمیز نگین اصلی خود را نشان بدهد، زیرا پیدا کردن آن انگشتر بستگی به نوع زیستن آنها دارد. میگه اون انگشتر، اون قدرت جادویی که داشت، اون قدرت جادویی در درون اون انگشتر نبود بلکه در شکل زندگی کردن اون صاحب انگشتر بود. اگر هر کدام از آن پسرها به شیوهی بزید که قدرت نهفته نگین اصلی در انگشتر دست او نمایان شود، یعنی به شیوهی زندگی کند که در چشم خداوند و نوع بشر مطبوع و دلپذیر بیاید، معلوم می شود که انگشتر اصلی در انگشت اوست. یعنی این شیوه زندگی کردن صاحب انگشتر هست که به اون انگشتر قدرت جادویی میده. حافظم میگه که گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. اون سلیمان هست که به این نگین خاصیت جادویی میده. بنابراین ناتان میگه که این دین حقیقی داستانش این هست که میگه اسلام
یهودیت و مسیحیت مثل همین انگشتر هستن. سه تا انگشترن که شبیه همدیگه هستن. خب میدونین که در تاریخ بین اینها همیشه جنگ بوده دیگه. حالا جنگ هایی که بین اسلام و مسیحیت بوده، جنگ های صلیبی، جنگ هایی که بین به اصطلاح جنگ که حالا نه به اصطلاح کشتارهایی که بین یهودی ها و مسیحی ها بوده. بنابراین اینا همدیگر نفی میکردن، همواره میگفتن که ما حقیم و دیگران باطل هستن. این داستان همون انگشتر هست که یکی فکر میکرده انگشتر حقیقیه و باقی بدلی هستن، در حالی که ممکنه هر سه تقلبی باشن. و میگه در حقیقت پیامش این هست که اون خاصیت حقیقی، اون دین حقیقی بستگی به اون دین نداره، بلکه بستگی به اون دینداران داره. اگر اون دینداران به گونه ای دین بورزن که پذیرفته خداوند باشه و پسند خلق باشه، اون دین حقیقیه. دیگه فرق نمیکنه که مسیحیت یا اسلام یا یهودیت هست. میگه ناتان دین حقیقی را به انگشتر اصلی تشبیه میکند و میگوید که هر یک از ما با دینی زندگی میکنیم که از انسانهای مورد احترام آن را آموخته ایم و از تاریخ به ارث برده ایم. اثبات عینی حقیقی بودن هر یک از این ادیان، یهودیت، مسیحیت و اسلام، با برهان عقلی ممکن نیست. سه انگشتر در اینجا نماد سه دین هستند و محبوبیت نزد خدا و خلق استعاره ای از سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی است. ایده اصلی لسینگ این که دین حقیقی آن است که از ادعای حقیقت دست بردارد. در اینجا نمایان می‌شود. بنابراین لسینگ میگه که حقیقت مهم نیست اصلا. مهم این هست که آدم ها به شیوهی که شایسته حقیقت هست زندگی کنن اولا، و تکثر اهمیتش بالاتر از حقیقت هست. این در حقیقت آموزه بسیار مهم عصر روشنگری است و آموزه است که در فلسفه خود آرنت هم بسیار بسیار اهمیت داره. نکته‌ای که آرنت میگه در این کتاب بسیار زیادن و من نمیتونم همه اینها رو برای شما مطرح بکنم. یکی این که اشاره میکنه به این که در عصر روشنگری مفهوم انسانیت به وجود میاد و مفهوم انسانیت چگونه به وجود میاد. مفهوم انسانیت یا هیومانیتی یه مفهوم جدید هست که خب از سنت رومی هم برمیخیزه، هست که یک تصور عامی از انسان میده که بعد میتونیم ما ازش مفهوم حقوق بشر رو استخراج بکنیم یا مفهوم حقوق بشر رو برو بنا بکنیم. بنابراین حقوق بشر وقتی میگیم هم مفهوم حقوق و مفهوم مدرنیه، هم مفهوم بشر. بنابراین نمیشه که منشور کوروش راجع به حقوق بشر باشه یا نمیدونم نامه حضرت علی به مالک اشتر مربوط به حقوق بشر باشه. اونا اگر باشن هم حقوق در اونا مفهومش متفاوته، هم بشر. اینو مفصل اینجا توضیح میده آرنت. و بعد یک کانسپتی که خیلی آرنت برش اشاره میکنه این کانسپت برادریست در عصر مدرن که آرنت این کانسپت رو نقد میکنه. و به جای مفهوم برادری مفهوم دوستی رو اهمیت میده. میدونین که مفهوم برادری مفهوم سیاسیه. ما در انقلاب فرانسه شعار انقلاب فرانسه بود آزادی، برابری و برادری. من تعجب میکنم که آقای سید جواد طباطبایی یک درسایی دارن راجع به توکویل و انقلاب فرانسه و در اونجا میگه که برادری مفهوم سیاسی نیست و من نمیفهمم که چرا نمیدونم توکویل ازش حرف میزنه. خیلی برای من عجیبه، چون آقای طباطبایی آدم بسیار دانشمندی بود، ولی عجیبه که اگه طباطبایی ندونه که برادری مفهوم سیاسی، یعنی خیلی ها از استادای علوم سیاسی نمیدونن. و هر حال برادری مفهوم مهمیه و توجه کنید که از مسیحیت میاد دیگه. در مسیحیت مفهوم برادری ما
کشیش ها برادرن، نمیدونم برادر روحانی و مفهوم برادری حالا در فرهنگ ما هم برادری یه مفهوم مهمیه ولی متفاوته در فرهنگ صوفیانه ما. اخوت یا اون کتاب اخوان الصفا و خلان الوفا در فرهنگ اسماعیلی، در فرهنگ تصوف داریم، منتها برادری در بین ما متفاوت هست با برادری در مفهومش در سنت مسیحی و بعد در عصر جدید. این برادری با برابری و با آزادی سه تا مقوله مهم انقلاب فرانسه بودند که حالا آرنت توضیح میده این که اینها چگونه فهمیده میشدن. من برای شما از رو میخونم تا برسیم به یه نکته راجع به خود آرنت. میگه که پیش از آن که به مفهوم صفحه 59 رو دارم میخونم، پیش از آن که به مفهوم دوستی و جنبه های سیاسی آن نزد لسینگ بپردازیم، باید برای لحظاتی درباره برادری آنگونه که در سده 18 فهمیده میشد درنگ کنیم. لسینگ هم با این مفهوم خوب آشنا بود. او از احساسات انسان دوستانه سخن میگفت و از تعلق برادرانه به دیگر هم نوعان که ناشی از تنفر نسبت به جهانی است که در آن به شیوهی غیر انسانی با آدمیان برخورد می شود. با این همه در زمینه موضوع بحث ما مهم آن است که بیشتر در عصر ظلمت انسانیت خود را در چنین برادری نشان می دهد. وقتی عصری برای گروه های از مردم چنان تاریک می شود که دیگر حتی امکان در کشیدن، دامن در کشیدن از آن را هم ندارند، چنین نوعی از انسانیت گریزناپذیر می شود. از نظر تاریخی انسانیت در شکل برادری همواره در میان مردمان رنج کشیده و بردگان ظهور کرده است. شما میدونید که در انقلاب ایران هم وقتی انقلاب رخ داد، قبلش این اصطلاح آدمایی که فکر میکرد انقلابی بودن همدیگر برادر میرامدن دیگه، برادر فلانی برادر فلانی، یا نمیدونم شعارهایی هم که میدادن میکشم میکشم هر که برادرم کشت. این که ما انقلابی ها رنج کشیده ها تحت ستم ها رنجبران خودشون رو برادر میدونن، با حس برادری سعی میکنن به اصطلاح سیمپاتایز کنن با هم دیگه، همدلی کنن با هم دیگه. میگه که بله، این شکل انسانیت در شکل برادری همیشه در بین مردم رنجیده و بردگان ظهور میکنه. بردگان هم اگه به داستانشون بخونین همدیگر برادر میدونن، برادر خطاب میکنن. به نظر میرسد در اروپای سده 18 تشخیص چنین نوعی از انسانیت میان یهودیان تازه وارد در محافل ادبی طبیعی بوده است. چنین انسانیتی بزرگترین امتیاز گروه های رانده شده است. یعنی میگن بله اینا هم برادران ما هستن. یعنی شما مثلا فرض کنید یک گروهی رو که رانده شدن، وقتی میخواین بپذیرینشون خیلی لطف میخواین بکنین، میگین بله این مهاجرا هم برادر ما هستن، اون برده ها هم برادر ما هستن، اون سیاه ها هم برده های ما هستن، اون نمیدونم فلانی هم برده های ما هستن. یعنی یه نوع ترحم در این هست، یه نوع انسانیتی است که درش ترحم وجود داره، یه نوع انسانیتی است که درش شفقت از بالا به پایین وجود داره که آرنت به شدت باش مخالفه. و این نوع شفقت رو خب در خود داستان انقلاب فرانسه توضیح میده و میگه چگونه تأثیر کاملا منفی داره. آرنت به جای شفقت و که در حقیقت یک مفهومی است که ظاهرا مفهومی است انسانی ولی در باطن میگه که خیلی انسانی نیست، آرنت مفهوم دوستی رو قرار میده و میگه که دوستی و انسان دوستی یک مفهومی است که درش انسانیت به شکل برابر و به شکل به اصطلاح غیر ترحم‌آمیز جلوه میکنه. در حقیقت معتقده که دوستی باید جایگزین مفهوم برادری بشه. حالا اجازه بدید که من صفحه 63 رو براتون بخونم که میگه که خب ما گفتیم که جهان از نظر آرنت به چه معناست. جهان از نظر آرنت به مفهوم اون فضایی هست که بین آدم ها وجود داره. مثال میز رو یادتون هست دیگه، من و شما دور یک میز مینشینیم با همدیگه صحبت میکنیم، این میز فضای بین من و شما رو میسازه و در نتیجه امکان میده که من و شما با همدیگه صحبت کنیم. اگر این میز نباشه
یا من و شما نیستیم، یا اگر باشیم حریم خصوصی همدیگر رو نقض میکنیم. بنابراین این میز اجازه میده که ما حریم خصوصی خودمون داشته باشیم، در این حال به فضای بیرون حریم خصوصیمون بسازیم که در اون فضا بتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. این فضای درمیانی، این بیتوین به قول آرنت، درمیانی، این میشه جهان. بنابراین جهان، وقتی از جهان صحبت میکنیم، یعنی اون قلمرو عمومی، اون فضای میان انسانها که امکان ارتباط بین انسانها رو برقرار میکنن. خب انسانی که در جهان هست، یعنی به اصطلاح آرنت وردلی هست، انسانی که جهانی هست، یعنی انسانی هست که در ارتباط با دیگرانه و این فضای درمیانی رو با دیگران داره، یعنی در قلمرو عمومی حضور داره. انسانی که وردلس هست، بدون جهان هست، بی جهان هست، انسانی است که از قلمرو عمومی خارجه، خارج از قلمرو عمومی. حالا یا قلمرو عمومی کاملا تاریک شد، یا خود او آمدن خودش رو منزوی کرده و کنار کشیده، یا طرد شده، یا خودش انزوا رو برگزیده. خب آرنت میگه که وقتی که من جایزه میگیرم، این به این مفهومه که جهان من رو به رسمیت شناخته و این مسئله ساده نیست. این و توضیح میده که لزوماً هم وقتی که شما یک در قلمرو عمومی شایستگی یه چیزی دارید، لزوماً به این معنا نیست که دیگران شایستگی، یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که دیگران شایستگی شما رو هم به رسمیت بشناسن. میگه که تردیدی نیست که نشانهای افتخار بخشی از حق طبیعی ما نیستند و جای شگفتی ندارد اگر ما نتوانیم دیگر نتوانیم با گشودگی و خوشباوری آنچه را که جهان با حسن نیت به ما عرضه می کند بپذیریم. حتی آن دسته از ما که با نوشتن و سخن گفتن به ورود به قلمرو عمومی خطر می کنند، این کار را به امید به دست آوردن لذتی اصیل در عرصه عمومی انجام ندادند و به سختی توقع داشتند یا خیال پختند که مهر تأیید عموم را دریافت کنند. اینهایی که نشانهای افتخار میگیرن لزوما برای نشانهای افتخار نیست که این کارهایی که کردن انجام دادن، که و از اون طرف هم هیچ تضمینی نیست که این کارهایی که کردن نشان افتخار بگیره. چون این کسانی حتی در عرصه عمومی بیشتر تمایل به آن داشتند که دوستانشان را مخاطب قرار بدهند یا با ناشناسان سخن بگویند، شنوندگان و خوانندگان پراکنده‌ای که هر کس با آنها حرف بزند یا برای آنها بنویسد نمیتواند از احساس پیوستگی با ایشان از طریق نوعی برادری مبهم بگریزد. فکر میکنم آنها در تلاش خود مسئولیت اندکی در قبال جهان احساس کردند. کوشش های آنها معطوف به این بود که حداقلی از انسانیت را در جهانی که غیر انسانی شده بود حفظ کنند و در این حال تا جایی که ممکن است در برابر نبود واقعیت قریب این بی جهانی مقاومت کنند، هر کدام به شیوه خود و برخی با جستجوی مردهای تواناییشان برای فهمیدن این وضع غیر انسانی و هیولاهای سیاسی و فکری روزگاری از هم گسسته. حالا اینجا آرنت درباره خودش حرف میزنه و این خب یکی از تکه‌های مهمی هست که در شناخت آرنت خیلی مهم هست. این آرنت در یک خانواده یهودی به دنیا آمده که خیلی چیز نبودن، مؤمن و مقید به آداب دینی نبودن، یعنی خیلی اهل رفتن به کنیسه و نمیدونم دعا و نماز و اینجور چیزا نبودن، بنابراین خیلی سکولار بار اومده توی خونه. اما همینطور که میرسه به دوره نوجوانیش، فضای بیرون خانه بسیار ضد یهودی میشه و در حقیقت توی مدرسه وقتی که به خاطر یهودی بودن آزارش میدن و بچه های دیگه او رو تحقیر میکنن و طعن میکنن و آزار میدن، اونجا متوجه میشه که یهودیه، یعنی هویت یهودی رو پیدا میکنه برای خودش. حالا جای مختلف صحبت کرده راجع به این موضوع، اینجا یکی از اون نقطه هاست. میگه از اونجا که اینطور صریح بر عضویت خودم در گروه یهودیان رانده شده از آلمان در دوران کم و بیش جوانی تأکید میکنم، میخواهم از برخی بدفهمی های رایج
هنگام سخن گفتن از انسانیت جلوگیری کنم. در این ارتباط نمیتوان بر این واقعیت سرپوش گذاشت که برای سالیان دراز وقتی از من میپرسیدند که کیستم، تنها جوابی که بسنده میدانستم این بود که من یهودیم، و خود این پاسخ به تنهایی به واقعیت آزار و تعقیب اشاره میکرد. مثلا اگر در جواب فرمانی شبیه نزدیکتر بیا یهودی در ناتان حکیم میگفتم من انسانم، فکر میکردم این چیزی جز گریزی خطرناک و بی‌معنا از واقعیت نبوده است. یعنی میگه در یه شرایطی بودم من که اگر به تو میگفتن تو کی هستی و اگر من میگفتم من انسانم مثل بقیه هستم، این در حقیقت واقعیت رو پنهان میکرد، چون من مثل بقیه نبودم، من یک انسانی مثل انسانهای دیگر تلقی نمیشدم، من یک یهودی شناخته میشدم که با انسانهای دیگه فرق میکنم. بگذارید سوء تفاهم دیگری را نیز هم از میان ببرم. وقتی من کلمه یهودی را به کار میبرم، مرادم هیچ نوع خاصی از انسان نیست، گرچه گویی سرنوشت یهود به نوعی نمایاننده یا الگویی برای سرنوشت انسان شده است. با گفتن یک یهودی حتی به واقعیتی ارجاع نمیدهم که دوره خاصی از تاریخ را متمایز میکند. در عوض با گفتن این که من یهودی هستم، تنها واقعیتی سیاسی را به خاطر میآورم که از خلال آن عضویت من در این گروه بر همه پرسش های دیگر درباره هویت شخصیم سایه افکند و حتی برای هویت شخصی من به سود سایه افکند. ببخشید، با گفتن این که من یهودی هستم، تنها واقعیتی سیاسی را به خاطر میآورم که از خلال آن عضویت من در این گروه بر همه پرسش های دیگر درباره هویت شخصیم سایه افکند و حتی برای هویت شخصی من به سود ناشناس بودن یا بینام بودنم تصمیم گرفت. این روزها چون این روی کردی شبیه جست گرفتن به نظر می آید. یعنی بگم من یهودی هم دیگه بعد از دوران پایان جنگ جهانی دوم. در نتیجه این روزها اظهار نظر کردن درباره چون این واکنشی آسان است. اظهار نظری از این دست که کسانی که خود را تعریف می کردن اگرچه گرفتار دامی شدن که هیتلر گسترده بود، در مکتب انسانیت هرگز چندان راه درازی نپیموده و در نتیجه به شیوه خودشان به روح هیتلریسم تسلیم شده بودند. متاسفانه فهم اصل به طور بنیادی ساده مورد بحث به ویژه در دوران افترا و تعقیب و آزار دشوار است. این اصل که انسان تنها می تواند با هویتی که بدان حمله شده در برابر آن حمله مقاومت کند. یعنی وقتی که شما رو به عنوان یهودی بودن آزار میدن، به عنوان یهودی بودن شما رو دارن حمله میکنن بهتون، شما فقط با یهودی بودن هست که میتونید در برابرش مقاومت کنید. بذارید من براتون یه مثالی یک چیزی بگم راجع به این نکته که بسیار مهمه در مورد آرنت، و این بحث رو اینجا من به پایان میبرم و بقیه فصل من نمیخونم، چون نکته های خیلی زیادی داره و اگر من بخوام بگم همه این نکته ها رو شاید بیش از این که روشن کنه تاریخ بکنه. اگر دوستان خوندن هر جا نکته ای داشتن فردا بگن، من ادامه خواهم داد. ببینید آرنت یک اولین کتابی که نوشت زندگی نامه یک خانومی هست به نام رایل. خانم رایل در برلین زندگی میکرد و در اواخر قرن 19 هم یک سالن داشت. سالن در اروپا به یه چیزیه که ما نداشتیم و ترجم کردنش خیلی سخته. سالن، کسایی که سالن داشتن حالا توی اروپا، توی مثلا برلین یا توی بیشتر توی آلمان و فرانسه، اینها کسایی بودن که آدمای خیلی دانشمندی بودن، خیلی آدمای فرهیخته بودن. بعد سالن داشتن یعنی که یک انگار یه پاتوق داشت. آدم خب متمولی بودن، ثروتمندی بودن، حالا خونه شون یا دفترشون یا انتشاراتی داشتن. و بعد شاعرها و نویسنده ها و هنرمندا می اومدن اونجا و هر روز پاتوق بوده دیگه، می اومدن اونجا و می نشستن حرف می زدن، کاراشون رو می خوندن، کارهای دیگران رو نقد می کردن. و در حقیقت از توی اون سالن ها بود که نویسندگان بزرگ، هنرمندان بزرگ معرفی می شدن، شناخته می شدن، کاراشون منتشر می شد. اینها این خانم راهل که بیوگرافی شو، یعنی اولین کار آرنت این بیوگرافی هست
و من الان اینجا میذارم برای شما کتاب انگلیسی شو. اجازه بدین. بله، این کتاب خیلی کتاب مهمی، اگر دوستان بخونن، و بسیار بسیار ساده است. این زندگی نام است، یعنی این اگر کسی میخواد که آرنتو بشناسه از این کتاب شروع کنه به خوندن. اولا انگلیسی خیلی ساده ای داره و بعد قصه است دیگه، داستانه. این کتاب شروع کنید به خوندن، خیلی جالب هست، مهم هست، به دلیل اینکه برای شناخت خود آرنت خیلی مهمه. یعنی فقط داستان اون خانم رائل که در حقیقت موضوع بیوگرافی هست مهم است. داستان خود آرنت، داستان مولوی میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، در حقیقت همین کاره کرده آرنت در موقعی که نوشته. مقدمه خیلی مفصلی داره این کتاب، حتما مقدمه‌اش رو بخونید. و بعد تو این کتاب بعد از مرگ آرنت چاپ شد، زمان آرنت، درست اولین کتاب آرنت، ولی بعد از مرگ آرنت چاپ شد. آرنت اونجا توضیح میده این خانم رو، که این خانم که یهودی بود، به خاطر یهودی بودنش از خب خیلی از امتیازها محروم بود، از و رنج میکشید. ولی من نمیخوام داستانو براتون بگم، منتها آرنت در حقیقت داستان زنی رو میگه که به خاطر اینکه از یهودی بودن خودش آزار میدید، از یهودی بودن خودش شرمسار بود، با مردی ازدواج میکنه که در حقیقت از طریق اون مرد به جامعه مسیحی پذیرفته بشه. یعنی هویت یهودی خودش رو نفی میکنه، هویت یهودی خودش رو کنار میگذاره برای اینکه جذب بشه، اینتگریتد بشه در جامعه. یعنی یک اقلیتی که برای اینکه در آزار هست، که حقوق برابر نداره، داره آزار میبینه، مدام مورد تبعیض سیستماتیک هست، اقلیت بودن خودش رو وا بگذاره و به رنگ اکثریت در بیاد. این داستانی است که آرنت در این کتاب میگه، و کسی است که نخواست یهودی باشه، و آرنت داستان این رو به شکل خیلی تراژیکی تعریف میکنه و میگه چقدر این زن با این همه کمالات و دانش و فضلی که داشت، ولی چرا با وانهادن هویت خودش چه اشتباه بزرگی کرد. آرنت نقطه مقابل رائل هست. رائل این زن یهودی، The Life of a Jewish Woman، این Jewish Woman مهمه، زن یهودی، این یهودی بودنش، تأکید بر یهودی بودنش مهمه. خود آرنت هم جویش وومن هست دیگه، یک زن یهودی است، منتها یک زن یهودی است که یک راهی کاملا در برابر رائل انتخاب میکنه، یعنی یه مسیری مقابل میده، یعنی تأکید میکنه و پافشاری میکنه بر هویت یهودی بودنش و تبدیل میشه به پرایا. پرایا یعنی اصطلاحی، اونم اصطلاح مربوط به فرهنگ یهودی. پرایا یعنی آدمی که منزوی شده، آدمی که طرد شده، مطروده. خود آرنت پذیرفت سرنوشت منزوی بودن رو، انزوا بودن رو، به بهای این حفظ هویت یهودیش، به خاطر اینکه او به خاطر یهودی بودنش مورد تبعیض و تمایز و ظلم قرار می گرفت و معتقد بود که با حفظ همین هویت باید با این تبعیض و تمایز مبارزه کرد. و او شیوه اصیل زیستن، یا حالا اصالت به مفهوم هایدگری کلمه، کسی که خودش هست و از خودش فرار نمی کنه، شیوه اصیل زیستن رو در این می دید که پرایا باشه، یعنی یک یهودی منزوی باشه اما یک آلمانی همرنگ جماعت نباشه، خودش رو یک آلمانی همرنگ جماعت نبینه. و این راهی بود که درست در مقابل رائل انتخاب کرد. این یه دوره که آرنت این کتاب می نوشت، دوره بود که با همسر اولش هم ازدواج کرده بود و دچار خیلی مشکلات زیادی بود، خیلی رابطه خیلی سردی داشتن. همسر اولش هم فیلسوف بود، هم شاگرد هایدگر بود، ولی خیلی رابطه سردی داشتن. آرنت تو این داستان رابطه، وقتی رابطه رائل با همسرش رو توصیف میکنه،
خیلی از بیوگرافرهای آرنت توضیح دادن که این داره آرنت داره وضعیت خودش رو هم میگه، یعنی این سردی رابطه‌ای که بین آرنت و همسرش بوده، آرنت در توصیف رابطه رائل و همسرش وضع خودش رو هم بیان کرد و فوق العاده است از این جهت، اینکه چگونه اون مرد با اینکه هم شاگردیش بوده و هم دیگه با هم کلاس هایدگر می‌رفتن، فلسفه خونده بودن و هر دوشون یهودی بودن، اینا چجور شد که رابطهشون انقدر سرد بود و همدیگر نمیفهمیدن، اینو خب خیلی قشنگ توضیح میده. من اینجا متوقف میشم و اگر نکته داشته باشین میگم. این فصل لسینگ بسیار بسیار مهمه، نکته های فلسفی بسیار مهمی داره که من نخواستم همه رو عمدن بگم، فقط خواستم توجه شما رو جلب کنم. باز هم تاکید میکنم دوستان، خواهش میکنم بخونن، اگر نکته هایی هست که فکر میکنن نیاز به بحث بیشتری داره فردا مطرح بکنن، من با کمال میل بیشتر توضیح خواهم داد. در خدمت شما هستم. خسته نباشین آقای خلجی. آقای خلجی، توی یکی از همین جلسات کارگاه ترجمه شما گفتین بعضی از کلمات رو بهتره که ترجمه نکنین. میخوام ازتون بپرسم، چون شما این کتاب رو تقریبا ده سال قبل ترجمه کردین، اگه الان به عقب برگردین بازم ارگانیک رو اندامبار ترجمه میکنید یا میذارید خود ارگانیک باقی بمونه؟ نه، ارگانیک ترجمه میکنم. آره. یا اگرم حتی اندامبار ترجمه کنم، بعد اندامبار توضیح بدم. ارگانیسم و ارگانیک به فارسی کافی نیست شما اندامبار ترجمه بکنید، باید توضیح داد که در حقیقت ارگانیسم ما به اصطلاح موجودی میگیم که زنده است، در حقیقت به انسان میگیم ارگانیسم در مقابل جمادات، ولی خب در فارسی چون این چیزی فهمیده نمیشه دیگه، که شما وقتی میگید ارگانیسم یعنی انسان، یعنی موجودی که چیز به اصطلاح موضوع بیولوژی هست، ولی در فارسی چون این چیزی فهمیده نمیشه، باید اینا رو توضیح داد. من اگر الان ترجمه کنم این کتاب رو، قطعا خیلی خیلی متفاوت خواهد شد، خیلی جاها رو من فکر میکنم باید خیلی بهتر ترجمه کرد، بسیار از اصطلاحات رو من دوباره توضیح خواهم داد، مقدمه اگر بنویسم شاید مقدمه دو برابر این بشه و بله، این قطعا این کتاب نیازمند یک ترجمه دوباره هست، حالا یا من ترجمه کنم یا امیدوارم که یک کسی بهتر از من در آینده ترجمه کنه. سپاسگزارم آقای خلجی. حالا تا دوستان آماده بشن بیان بالا، من تایید کردم البته، مثلا من امروز که کتاب رو میخوندم، بعد اونجایی که ارگانیک رو شما ترجمه کردین اینطوری بود که از آنجا که انسانیت به طور اندامبار تحول یافته است، بعد همینجا من توقف کردم یکم فکر کردم، میخواستم نگاه نکنم، یعنی از نظر بیولوژیک دیگه. آره. بعد وقتی که به ارگانیک نگاه کردم بیشتر متوجه شدم که میخواستین چی رو بگین، هرچند که در سطوح بعدی مشخصه دیگه. دوستانی که من الان تایید کردم که نیازمند پاورقیه، به خاطر اینکه ببینید آرنت وقتی می نویسه، آرنت اون زمان که خوشبختانه اینترنت و اینا نبوده، اون موقع آدما کتاب می نوشتن برای کسایی که می دونستن مخاطباشون کیان. بنابراین تو همین نوشته آرنت که نگاه بکنید، آرنت نقل قولها رو میاره بدون اینکه ارجاع بده، خیلی ها رو من ارجاعات من پیدا کردم دیگه، یا مثلا به لاتین کلماتو میاره، به یونانی کلماتو میاره، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدونه مخاطبش مثل خودشه، یعنی برای کسی مثل کتابه آرنت از این جهت مشکله که برای یه کسی نوشته که فرضش اینه که او این چیزایی که آرنت میگه رو میدونه، میشناسه و به خاطر همین پاورقی اینا زیاد نداره. اما کسی که بخواد اینا رو به فارسی ترجمه کنه، هر کتابی از آرنت باید حتما مطلق، اینو که میگم، هر کتابی از آرنت که بخواد ترجمه بشه، هر کتابی از یاسپرس، از کانت، از دیگران بخواد ترجمه بشه، حتما باید مقدمه های مفصل داشته باشه و حتما باید اصطلاحات خاصش در پاورقی ها توضیح داده بشه و صرفا معادل پیدا کردن کافی نیست، شما باید بفهمین اینها رو، یعنی که من بگم این یعنی ارگانیک یعنی اندامبار، خب ثبات یعنی چی، باید بفهمم خودم این یعنی چی و به خواننده بفهم. مترجم مسئولیت فهم متن و فهماندن متن رو داره،
نه اینکه فقط یک متن رو از یک زبانی به یک زبان دیگه برگردونه. این مسئولیت فهم اقتضا میکنه که تمام تلاشش رو بکنه، با پاورقی زدن، با مقدمه نوشتن، با توضیح دادن، با واژه نامه درست کردن، با تراشیدن و صیقل دادن جملات، اینکه بهترین امکان رو برای خواننده برای فهم اون متن ایجاد. آقای خلجی جان، الان که به اینجا رسیدیم، یکی از سوالات چت رو که در ذهنم مونده، دوستی پرسیده بود برای خواندن آرنت از کدوم کتابش باید شروع کنیم، یا توصیه شما برای خواندن آرنت از ابتدا چیه؟ برای خواندن آرنت به چه زبانی؟ به فارسی؟ بله، به گمانم بله به فارسی. حالا دوست عزیز میتونن اگر به فارسی، اگر به فارسی والا نمیدونم واقعا بگم چی، بخاطر اینکه نمیدونم به فارسی، بخاطر اینکه حتی کتابی که در فارسی در گفتن به انگلیسی، آقای خلجی چت نوشتن به انگلیسی، در انگلیسی من اگه به چیز انگلیسی باشه، من در چیز در کانال تلگرامم چند تا پی دی اف چند تا کتاب رو میگذارم برای آشنایی با آرنت. اینها رو هم معرفی میکنم، هم پی دی افش رو میگذارم، هم در کانال تلگرام امروز قرار میدم و هم در کانال اندیشیدن انتقادی قرار میدم. چند تا عنوان رو پیشنهاد میکنم برای خواندن آرنت به انگلیسی و پی دی افش هم اونجا قرار میدم که دیگه دوستان مشکل پیدا کردن کتابم نداشته باشن. دوستی پرسیدن که منظور هانا آرنت از دوست کیست؟ فکر میکنم اینو حالا اون زمانی که شما صحبت میکردین. دوستی، نه دوست. نه، مفهوم دوستی، مفهوم دوستی مفهوم سیاسیه و اگر خواستین فردا میتونیم راجع به همین دوستی صحبت بکنیم که به چه معنا مفهوم سیاسی هست و مخصوصاً از دوران یونان باستان دیگه، یعنی از دوران یونان باستان مفهوم دوستی در فرهنگ فلسفی غرب، در هم فلسفه اخلاق، هم یه مفهوم اخلاقی، هم در فلسفه سیاسی و در عصر جدید هم که خب حالا کسانی مثل آرنت و همینطور دریدا هم The Politics of Friendshipش رو اگر نگاه بکنید، کتاب مهمی از دریدا، The Politics of Friendship به انگلیسی، اون درباره همین مفهوم فرندشیپ و دوستی هست و اتفاقا در اون هم بحث برادری مفصل انجام شده. دو سه تا فصل مفصل و دریده داره راجع به مفهوم برادری که حالا تو فرصت مناسبی با هم صحبت میکنیم. خانم شهیدی، من شما رو تایید کردم که بیایید بالا، اگر موفق نشدید لطفا یه بار از اتاق خارج بشید، مجدد بیاین و بذارید که من شما رو دعوت کنم، چون من شما رو دو بار تایید کردم و میبینم که هنوز نتونستید بیایید بالا. اکانت آرا بفرمایید شما. آرا 147. سلام، ببخشید من تعارفات مرسوم رو میذارم کنار، فقط یه نکته میخواستم بگم و یه پیشنهاد راجب صحبت اول بحث. ما چون از جامعه مهندسی میام، حداقل تو دانشگاه اینجوریه که کسی فارسی نمیخونه و همه انگلیسی میخونه، احتمالا به خاطر اینکه میخوان مقاله تولید کنن و اپلای کنن، از این لحاظ دسترسی به منابع انگلیسی و زبون دوم مثلا این رایجیه و این واقعا تو علوم انسانی شاید نباشه ولی تو مهندسی هست. اینو من فقط خواستم جهت اطلاع بگم. منظورتون ایران هست؟ بله بله. آها. نکته دوم بخواستم بگم، باز حالا چون من از اون جامعه مهندسی میام، یه مقدار صحبت ها و نتیجه گیری کردن ها و اینکه از هر جلسه ای بتونم یه چیزی بیشتر، چون فکر کنم تو صحبت خدا خلجی اون مبحث فهمیدن خیلی مهم باشه، برای جنبندی فکر میکنم تو این جلسه یه اوورویوی حالا اول یا آخرش داشته باشن خیلی به من یکی خیلی کمک میکنم. مثلا فکر میکنم جلسه دوم بود تو توضیح مثلا جان لاک، اینکه این ترکیب پذیرش تکثر من تا حالا نشنیده بودم ولی خیلی چیز جامعیه برای فهم مطلب. یا توی جواب یه خانومی ایشون گفتن که وظیفه ما آگاه کردن کسی نیست، فهم دیگری است.
من قبول دارم که ترجمه واقعا یه حرفه است و ایران خیلی عقبه، ولی خب اگه بخوام گفتگو کنیم تو جمع، بالاخره یه سری کلماتی به فارسی احتیاج داریم، حالا تو جمعای کوچیکی که میخوایم با هم حرف بزنیم، از همدیگه چیز یاد بگیریم یا همدیگه رو بفهمیم، بالاخره کارمون با زبانه و واقعا این کلمات رو کم داریم. من خواستم پیشنهاد بدم که این ترکیباتی که خب به درد من خورده، حالا حداقل تو یه اوورویو مثلا یه پاراگرافی اگه بتونن تو جلسات بذارن، برای من خیلی مفیده. ممنون، متشکرم. ببخشید من متوجه نشدم اوورویو چی، یعنی منظورتون اینه که از هر جلسه یه اوورویو بدیم یا چی؟ متوجه نشدم. بله دقیقا، مثلا همین جلسه امروز که مثلا شروع کردین، مثلا یه همون اوورویو همین جلسه اگه ذکر بشه خیلی خوب. میگم شاید خیلی غیر عادی نه 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 درسته. باشه من ببینید، من هدفم ببینید، در من همیشه در مورد کتاب خوندن، یعنی کتاب دیگرم که خوندم، گفتم که هرگز من هدف من نیست که این کتاب رو خلاصه کنم، بگم که خب خلاصه این چیه، که شما بگید خب من خلاصه این کتاب رو میدونم. من اتفاقا نه خلاصه میکنم و نه معتقدم باید خلاصه بشه و معتقدم باید این کتاب خودشون خونده بشه. هدف من این نیست که بگم که خب هانا آرنت در این کتاب 10 تا مسئله رو میگه، 1 2 3 4 5 6. هدف من اینه که مثل این میمونه که شما از خونتون میخواید، برف اومده و میخواید از خونتون برین بیرون سوار ماشین بشین، جلوی خونتون رو برف گرفته، من میام جلوی خونتون رو، جلوی پای شما رو پارو میکنم تا شما برین سوار ماشین بشین. من سوار ماشین نخواهم شد، من رانندگی نمیکنم، شما خودتون باید سوار ماشین بشین و مسیر خودتون برید. من یه ذره جلوی پای شما رو پاک میکنم، یعنی راه براتون هموار میکنم، یه ذره کنجکاوتون میکنم، یه ذره میگم این درباره چی هست اصلا، مثلا این فصل لیسینگ راجب انسانیت، برای اینکه شما حقوق بشر رو بفهمین بعد مفهوم انسانیت رو بفهمین، مفهوم برادری رو بعد بفهمین، بعد بدونین که برادری با دوستی چه فرقی میکنه، بعد مسئله هویت رو آرنت اینجا مطرح میکنه. من میخوام شما رو کنجکاو کنم، نمیخوام به شما یه سری معلومات بدم، یه سری اینفورمیشن بدم، اصلا به هیچ وجه. من فقط و فقط میخوام ذهنتون رو یه ذره به اصطلاح توجه بدم به اینکه خب اینجا راجع به اینه، یه ذره آشناتون بکنم با اینکه خب این کتاب چیه، برای چی باید این کتابو خوند، این کتاب بخونیم به چه دردی میخوره، با چه چیزی آشنا میشیم در حقیقت. به مفهوم دقیق کلمه من میخوام اینترودوس کنم شما رو. اینترودوس کردن یعنی در حقیقت هم یعنی شما رو در رو نشون دادن به شما، در یه خونه رو به شما نشون بدم. نمیخوام شما رو ببرم تو، نمیخوام راهنمای شما باشم. یه عمارتی هست، من میخوام به شما بگم درش کجاست، از کجا باید وارد شد، شما رو اینترودوس کنم و هدف من این هست. ولی این نکته هم که گفتین من سعی میکنم که تا جایی ممکن حتما انجام بدم. خیلی ممنون، من متوجه شدم، جواب سوالم گرفتم، خیلی لطف کردید، متشکرم.